سرخط خبرها. سرانجام امریکا فرماندهی سندکام ثابت کرد که پاکستان در جنگ مستقیم پنجشیر از طریق طالبان توسط پهپادهایشان حمله کردند و همچنان پشتیبانی پاکستان از عملیات های طالبان در پنجشیر و در ادامه جبهه مقاومت بیش از حد قربانی داد و همچنان تلاش جنگجویان آمریکایی به خاطر دوباره برگشتن به افغانستان علیه طالبان. سرانجام آمریکا فرماندهی سندکام ثابت کرد که پاکستان در جنگ مستقیم پنجشیر از طریق طالبان توسط پهپادهایشان حمله کردند. فاکس نیوز و نقل از منابع در ستاد مرکزی ارتش سندکام گزارش داده است که پاکستان با حملات پهپادی و استفاده از هلیکوپترهای بمب‌افکن به طالبان در پنجشیر در برابر جبهه مقاومت ملی کمک کرده است. یک منبع در سندکام به خبرگزاری فاکس نیوز گفته است که 27 هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه پاکستان و طالبان در جنگ پنجشیر کمک کرده است. این در حالی است که پیش از این جبهه مقاومت ملی در پنجشیر گفته بود که نیروهای ویژه پاکستان با طالبان در حمله بر پنجشیر همکاری کرده و جنگنده های پاکستانی موازی این نیروها را هدف قرار داده است. گفته می شود که این حملات پس از سفر جنرال فیض حمید رئیس سازمان جاسوسی آیسای به کابل آغاز شد و به دنبال آن معادلات جنگ در پنجشیر به نفع طالبان تغییر کرد. این ادعاها از سوی منابع مستقل قابل تایید نیست. پیش از این طالبان گفته بودند که ولایت پنجشیر را سقوط دادند، اما جبهه مقاومت ملی این موضوع را رد کرده است. دیروز طالبان کابینه‌شان را اعلام کردند، خشم تمام مملکت را برانگیخت. آنها میگن که در این کابینه تعداد زیادش از طریق ارتباطات پاکستان گماشته شده است. این در حال است که جبهه مقاومت ملی همچنان گفته است که در پنجشیر نیز به زودی کابینه خود را اعلام خواهند کرد. این جبهه از کابینه طالبان انتقاد کرده و گفته است که به زودی کابینه حکومت همشمول و فراگیر خود را اعلام می کند. این در حال است که پشتیبانی پاکستان از عملیات طالبان در پنجشیر تایید شد. هواپیماهای نیروهای پاکستان و کندک‌های نیروهای ویژه این کشور برای تصرف ولایت پنجشیر در شمال افغانستان با طالبان پشتیبانی نظامی ارائه کردند. با گزارش سپوتنیک و نقل از روزنامه پایونیر و نقل از منابع هواپیماهای نیروهای هوایی پاکستان و کندک‌های نیروهای ویژه این کشور از عملیات طالبان برای تصرف ولایت پنجشیر در شمال افغانستان پشتیبانی نظامی کردند. با گفته آنها 4 جنگنده بمب‌افکن GF-AFT نیروی هوایی پاکستان موازی نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر را بمباردمان کردند. پنجشیر تنها منطقه افغانستان بود که توسط طالبان پس از خروج آمریکا کنترل نمی‌شد. از سوی هم شبکه خبری فاکس نیوز و نقل از یک منابع آگاه در ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سندکام گفت که ارتش پاکستان از جمله با 27 هلیکوپتر پر از نیروهای ویژه و پهپادهای پاکستانی در حمله به پنجشیر و طالبان کمک میکند. درگیری با طالبان جبهه مقاومت ملی قربانی داد. یک سربازان جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود در پنجشیر کشته شد. با گزارش سپوتنیک، اعضای فامیل عبدالمجیب حقجو، یکی از سربازان جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود، به این خبرگزاری میگوید که او 7 وجه شب گذشته در منطقه گداره ولایت پنجشیر در درگیری با گروه طالبان شهید شد. با گفته نزدیکان وی، او 18 سال عمر داشت، تازه مکتب تمام کرده بود و میخواست به دانشگاه ثبت نام کند. شب گذشته منبع سپوتنیک از ولایت پنجشیر از کشتار افراد ملکی در این ولایت خبر داد. با این حال تاکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که جنگ در پنجشیر زمان شدت بیشتر گرفت که جنرال حمید فیض رئیس سازمان استخباراتی پاکستان آیسای به کابل سفر کرد. بسیاری از کارشناسان نظامی سفر استخبارات پاکستان را و تشدید جنگ را در پنجشیر با هم مرتبط می‌دانند. و برخی میگن که رهبری جنگ پنجشیر و دسته جنرال های پاکستانی است. این خبرها را همچنان هندوستان تایید میکند. پس از اینکه حملات پاکستان و طالبان در پنجشیر شدت گرفته است،
تلاش 7 آمریکایی مسلح برای ورود به افغانستان از طریق قطر. یک نشریه آمریکایی در گزارشی از تلاش 7 آمریکایی مسلح برای ورود به افغانستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود آنها قصد تخلیه شهروندان آمریکایی جان مانده در افغانستان را داشتند. یک نشریه آمریکایی در گزارش از تلاش 7 آمریکایی مسلح برای ورود به افغانستان از طریق قطر خبر می‌دهد. با گزارش سپوتنیک، نشریه نیویورک تایمز، آمریکا در گزارش بر نقل از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه این کشور خبر داده است که 7 تن از شهروندان آمریکایی که با سلاح‌های متعدد مجهز بودند، سعی نمودند که از راه قطر وارد افغانستان شوند. با گفته نشریه هفته گذشته، این 7 آمریکایی مجهز با سلاح‌های گرم سوار به یک هواپیمای شخصی به فرودگاه دبی رفتند، اما توسط پلیس محلی بازداشت شدند. در تلگرام دیپلمات‌های آمریکا ذکر شده است که مسافران قصد داشتند در عملیات تخلیه از افغانستان کمک کنند، اما آنها هیچ سندی که نقشه پرواز را تایید کند نداشتند. همانطوری که مجله اشاره می‌کند، سفارت آمریکا در دبی در این مورد با مقامات محلی تماس گرفت. بعداً شهروندان آمریکایی با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. وزارت خارجه آمریکا این حادثه را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرد. این در حالی است که با گفته مقامات آمریکایی هنوز هزاران نفری که با نیروهای آمریکایی کار کرده نتوانستند از خارج افغانستان شوند. پیش از این مایکل مک‌کول، عضو ارشد جمهوری خواه در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه ادعا کرد که 6 هواپیما حامل شهروندان آمریکایی و متحدان افغانستانی را در شهر مزار شریف افغانستان که قصد خروج داشتند، اما طالبان آنها را اجازه ندادند و آنها را با گروگان خود گرفتند. وی در ادامه گفت که هواپیما در چند روز گذشته در فرودگاه بودند، اما با وجود تایید وزارت خارجه آمریکا نتوانستند آنجا را ترک کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که طالبان و ایالات متحده گفتند که افراد با اسناد قانونی اجازه مسافرت و بیرون از افغانستان می‌دهند. با پایان عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی، فرودگاه کابل به حالت غیر فعال درآمده و بر روی پروازهای خارجی بسته شده است. هر چند روز پیش خط هوایی آریانا 2 پرواز داخلی به استانهای هرات و کابل برگزار کرد.